نگفتمت مرا آنجا که آشنات منم، در این سرای فنا چشمه حیات منم. وگر به قهر روی صد هزار بار ز من، به عاقبت به من آیی که انتهات منم. انتهای ما ایرانه، پرچم شیر و خورشید، فرهنگ و ملت ایران. با سلام و درود احترام خدمت بینندگان عزیز، آریا هستم و شما به یکی دیگه از برنامه ایران با نستری، برنامه کانال اوپتی تیوی توجه میکنید. خب بنده خدمتون عرض کرده بودم که خودم از خانواده آرتش شاهنشاهی میام. یکی از دایای من فرمانده گارد حفاظت کاخ نیاوران، فرمانده گارد جاویدان حفاظت کاخ نیاوران جناب سرهنگ مرتضی عشقی پور هستن و یکی دیگه از دایای من فرمانده ضد اطلاعات شهبانه کل کشور جناب سرهنگ علی عشقی پور بودن و من از خانواده درجه یک هم بسیاری از جنایات اول انقلاب در حق آرتشیان شاهنشاهی رو شنیدم و بارها هم بازگو کردم، ولی خب عده‌ای از مردم دلشون میخواد اون چیزی رو که دوست دارن بشنن و اون چیزی که مطابق میلشون نیست رو بهش انگ دروغگویی میزنن و خیلی خوشحالم که زمان و تاریخ داره ثابت میکنه که چه کسانی راست گفتن چه کسانی دروغ گفتن. آقای میرسلیم، همین آقای مصطفی میرسلیمی که در انتخابات هم کاندید شده بود، یک برنامه اینترنتی رو، مصاحبه اینترنتی رو انجام داده و در مورد تمام چیزهایی که ما در مورد بخشی از چیزهایی که ما تا حالا در موردشون صحبت کردیم از جنایات که اول انقلاب صورت گرفته، این آقا خواسته یا ناخواسته افشاگری انجام میده در مورد جنایاتی که خلخالی انجام داد. بریم یه بخشی از این مصاحبه رو ببینیم با هم دیگه. نظر شما راجع به اعدام‌های انقلابی چی است؟ اعدام‌هایی که در مدرسه علوی صورت گرفت و احکامی که در مدرسه رفاه صادر شد توسط آقای خلخالی؟ دفاع نمی‌کنم از دقت عمل آقای خلخالی، چندین بارم خودم بهشون تذکر دادم و برخی از اقداماتی هم که ایشون میکرد و بهش گفتم که نادرسته، به طوری که ایشون در خاطراتش هم نوشته دست میرسلیم من ناشو شدم تلفن خودم بزنم تو یخچال درش ببندم که اینقدر مزاحم من نشه. آقای میرسلیم، اجازه بدید من قطع کنم برام. آقای میرسلیم، همینجا اولا اینکه دارید دروغ ببین، برای اینکه خودت رو تبرئه نکن، اولا اینکه حالا جلوتر میگه که من مسئولیت شهربانی کشور رو، سرپرستی شهربانی رو به عهده گرفتم. مگه شما نظامی بودی؟ شما به چه حقی؟ ببینید از همون اول وقتی پایه ها کج و سست گذاشته میشه و از همون اول چیزی به نام شایسته سالاری وجود نداره، آقای میرسلیم شما چی کاره بودی؟ مگه شما نظامی بودی؟ مگه دوره نظامیگری دیده بودی که رفتی و شهربانی کل کشور رو در دست گرفتی؟ اینجا هم خودتون رو لطفا تبرئه نکنید برادر من. من خوشم نمیاد از بازرگان، ولی اون چیزی که خلخالی در خاطراتش نوشته بازرگان بوده که دنبال عدم اعدام ها بوده و به خصوص در مورد قضیه هویدا. و این خاطره هم که خلخالی گفته در کتابش که من تلفن رو گذاشتم توی یخچال، در مورد شخص بازرگان و در مورد ماجرای اعدام هویدا بوده. شما چرا خودتو میخوایی این وسط مبرا کنی و قهرمان نشون بدید؟ حالا ادامه رو گوش کنیم با هم. اون موقع من به اقتضای انقلاب مسئولیت شهربانی کل کشور رو به عهده داشتم و به اقتضای انقلاب مسئولیت شهربانی کل کشور رو به عهده داشتی. شما مگه نظامی بودی؟ شما مگه چیزی از اصول نظامیگری متوجه می شدی؟ ببینید چه کسانی مسئولن الان، از اول چه اتفاقی افتاده. یک نفر، یک آقای آخوندی به اسم خلخالی، بدون اینکه اصلا حقوقو بدونه، بدون اینکه اصلا قضاوت بشناسه، میاد میره میشه مسئول جون مردم. یا آقای مثل این آقای میرسلیم میرن و سرپرستی ژاندارمری رو بر عهده، شهربانی رو بر عهده میگیرن. علاقمند بود آقای خلخالی که خیلی از این کسانی که افسرهای شهربانی بودن اون موقع اینا رو اعدام بکنه، بدون اینکه نگاه کنه آیا اینا واقعا دخیل بودن در
آزار و اذیت کردن مردم، شکنجه دادن اینها، و پرونده همین دست من بود، چون من اونجا مسئولیت کل شبانه داشتم، میدونستم که برخی از زیادروی ها وجود دارد. وقتی خبرش به گوش من میرسید بهشون تلفن میزدم که آخر کنی اینا اشتباس، مراقب باش که گرفتار خطا نشی. و خب این خلاف نیتی بود که ایشون داشت، خیلی زود حکم را صادر میکرد و میخواست که ادامه انجام بگیره، و من مخالف این رویه بودم و میگفتم که چرا اینطوری اینقدر سریع حکم میداد ایشون؟ من فکر نمیکنم که ایشون مثلا سوء نیت داشت، ولی خب روشی درستی نبود. میبینید به لحاظ قضایی خیلی باید دقت کرد، چون جان انسان ها محترمه، ایشون سوء نیت نداشت، هر کسی رو بیگناه باشه، صرف این که یه لباس نیروی انتظامی مثلا تنش هست و گرفت و بعدم بدون محاکمه دقیق اعدامش کرد. این جمله مولای خلخالیه که حالا طرف اعدام میکنیم اگر که گناهکار بود که میره جهنم، اگر نبود که خب بهش میره بهش. میگفتن این چیزا، آره روش های جدید. شما شنیده بودید این رو؟ بله. این بخش رو خیلی دقت کنید. ببینید من چند بار در برنامه هم گفته بودم این قضیه رو و کامنت میذاشتن دیو و میگفتن داری دروغ میگی، از خودت حرف داری، یعنی بشنوید این رو از زبان میرسلیم. این جمله مولای خلخالیه که حالا طرف اعدام میکنیم اگر که گناهکار بود که میره جهنم، اگه نبود که خب بهش میره بهش. میگفتن این چیزا، آره روش های جدید. شما شنیده بودید این رو؟ بله بله. یعنی یک نفر بیگناه رو اینها میگرفتن و اگر بهش شک هم داشتن اصلا ازش خوششون نمیومد اعدام میکردن، و بعدش هم اگر مشخص میشد برای همگان که این فرد بیگناه بوده، از دید آقایون فوقش میرفت بهش دیگه، جونش رو گرفتن در این دنیا، بعدن هم که فهمیدن بیگناه گفتن اشکال نداره میره بهشت. ببینید با چه ایدئولوژی ترسناکی ما رو در رو بودیم و هستیم. روش های دیگه هم بود که بدتر از این بود. من میدونستم که بخش از همراهان ایشون بودن برای اینکه مثلا مجوزی پیدا کنن که راه پیدا کنن داخل یه منزلی، برخی از مواد مخدر غیرزوری که پرتاب میکردن و بعد میگفتن که ما بودیم برای تفتیش، و بالاخره میدونستن که چیکار کردن. این طور از این کارام انجام میگرفت. این از یاد ربیاد است که صورت گرفت. بله از این کارا هم انجام میگرفت. حوالی انقلاب و باشم برخود شد. باشم برخود شد. امام من شنیدم که آقای خلخالی توبیخ کردن. درسته؟ اما اصلا از این راه ها خوششون نمیمد، خیلی دقیق بودن. آقا جان اگر امام از این راه ها خوششون نمیومد به قول شما، این آدم رو برکنار میکردی همون هفته اول، نه اینکه بذاره شما این همه هزاران هزار ارتشی رو اعدام کنی بعد امام خوششون نمیومد. آقای خمینی که لب تر میکرد مملکت موقع تکون میخورد، اصلا اون موقع برای خمینی برکنار کردن این آدم کار داشت. خمینی بعدا منتظری رو که نایب ولی فقیه بود رو گرفت برکنار کرد. خمینی بنی صدر رو برکنار کرد، رئیس جمهوری رو که 20 میلیون رو چند میلیون آدم بهش رای داده بودن. بعد اون وقت خلخالی رو با وجود اینکه رضایت نداشتن برکنار نکردن. ما چقدر باید ساده اندیش باشیم که باور کنیم این حرف شما رو؟ ببینید که شخصیتی است که شما در تاریخ کم نظیره، واقعا کم نظیره. یعنی شما از انبیا و ائمه و اولیا که بگذرید واقعا به شخصیت از جهات مختلف شخصیت امام بسیار خدا ترس، خدا شناس، اصلا چیزی بود که چیزی جز خدا رو نمیدید. و اینم مال این اواخر زندگیش که نبود، که از دوران جوانی اینطور بود. نظر شما راجع به اعدام هویدا چی هستش؟ فکر می‌کنید اگر میمون میتونست کمک بکنه به مملکت؟ ولی این پیشبینیش چیز ساده‌ای نیست. بذار من، هویدا در خدمت طاغوت قرار گرفت 13 سال آزگار، و خیلی از اونچه که در کشور ما اتفاق افتاد در دوران هویدا اتفاق افتاد. به نظرتون نمیتونست اطلاعاتش به درد مملکت نمیخورد یا خاطراتش مثل فردوس؟ ممکن بود اون خاطرات جالب و باشد. در همین 13 سال که آقای هویدا در خدمت طاغوت به قول شما قرار گرفت، تونست قیمت یک خودکار رو یکسان نگه داره. شما در طی یک سال اخیر در مملکتتون ارز پول ملی کشور ما از 3000 تومان شده 16000 تومان. ایشون 13 سال قیمت خودکار رو یکسان نگه داشتن. خب کامل دیگه نمیتونم براتون بذارم، در جای دیگه از این مصاحبه
این آقای میرسلیم برمیگرده و میگه که 30 نفر از آرتشیان نازنین، از افراد نازنین آرتش شاهنشاهی رو خلخالی در همون روز اول میخواد در بالای مدرسه علوی اعدام کنه و واقعا برام گفتنش هم سخت و دردناکه. 30 نفر رو در روز اول میخواد رو پشت بوم مدرسه اعدام کنه و وقتی میرن پیش خمینی و این خبر رو بهش میدن، خمینی تبسم میکنه، این جمله خمینی تبسم میکنه، میگه واقعا میخوای اینا رو اعدام کنی؟ که خلخالی هم برمیگرده میگه که آره، زمین و آسمون هم به هم برسه، من میخوام اینها رو اعدام کنم. و خمینی تبسم میکنه و اینجا یک نفری، اون آقای عراقی که محافظ خمینی بوده، بهش میگه که اینجا بعد از اینکه ما بریم، بچه‌ها میخوان بیان اینجا درس بخونن، محیط که نمیشه، بچه‌ها وحشت میکنن بدونن پشت بومشون 30 نفر اعدام شدن. بعد خمینی دستور میده که اوکی، شما الان بیان فعلا 4 نفر رو اعدام کنید، بقیه رو میفرسته زندان قصر که بقیه در طی یک ماه آینده همشون اعدام میشن. یعنی اینی هم که میگن که آقای خمینی مخالفت کردن با اعدام های دست جمعی در پشت بوم مدرسه، نه خیر، ایشون به اون دلیلی که آقای عراقی اون حرف رو بهش زده، اینها رو از مدرسه میفرسته زندان که در اونجا اعدام بشن. واقعا دردناکه. و ما این نازنینان ارتشمون رو، تیمسار نادر جهانبانی، خسروداد، مهدی رحیمی، ناجی، از اون ور بدرهی رو که سرش رو بریدن و سرش رو سیبل هدف گلوله قرار دادن و بهش تیراندازی کردن، به سر بریده شده، ربیعی، یعنی بزرگان ارتش شاهنشاهی رو گرفتن اعدام کردن و بعدش یک ارتشمون بدون سر، بدون فرمانده، که بعد عراق هم به خودش جرأت کرد که به ایران حمله کنه، برای اینکه ما متخصصین و قدرتمندترین ارتش منطقه بودیم و متخصصینمون رو، بزرگ کسانی رو که یک مملکت بابتشون زحمت کشته بود که به اینجا برسن، بابتشون هزینه کرده بود و این جانهای نازنینشون، انسانهای وفادار به میهن، انسانهای بزرگوار، شما مگه میتونید دوباره یکی مثل در سطح و اندازه تیمسار نادر جهانبانی در این مملکت به وجود بیارید؟ و اینها رو گرفتن دست دست اعدام کردن و کشور بدون سر و ارتش بدون سر شد. حالا این حرفا رو قدیم هم زدم، یک مصاحبه رو هم گوش کنید از آقای خلخالی، از شخص آقای خلخالی، با هم دیگه ببینیم. این مصاحبه رو هم براتون میذارم و شما رو به پروردگار یکتا میسپارم. شاد و پیروز سربلند باشید، پاینده ایران شاد باد، روح بزرگان آرتش شاهنشاهی که اعدام شدن توسط جلادان سال 57. برقرار با پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان، پاینده ایران. این مصاحبه خلخالی رو با هم دیگه بشنوید. بدرود. آقای خلخالی بفرمایید که در مجموع چند تا حکم قتل صادر کردید؟ والا خیلی خودم میفکرد خیلی بودن. وقتی شما احکام اعدام رو صادر میکردین، خودتونم هنگام اجرای حکم اونجا میستادین؟ آذری میگو یکی از محسنات شما همین آقای آذری قومی. آره میگفتش که حسن شما اینه که کسی را که محکوم به اعدام میکنی وای میستی حسن به اعدام اجرا میشه، بعد میری میخوابی. یعنی در واقع شما یک لذت میبردین از این کار؟ چه کار داری حالا تو؟ ما آخون میبلد این کار بود. کسی آقای مصاحبه نیستی که به همه برم میکنه و انگوش به همه جای همه میکنه، به من گفت تو این خمینی هستی داری امام حسین برای مردم ایران درست میکنی؟ گفتم نه، من نه قهرمان ساز هستم، نه قهرمان پرور، نه امام حسین ساز، ولی شرف رو تو هم باید داریم از مهدی رحیم یاد بگیریم. به شاه
میبینی جان فدای آرمان تو، صدای تو به گوش من همیشه میرسن، مهدی رحیمی تو از تبار میهنی، خود منی رهایی از نظام خوب و بد، ما آفیده ایم رنج ها کشیده ایم، از خود بریده ایم تا به حرف تو رسیده ایم، قول شان میهنی زاده تهمتنی، خون تازه هستنی در مقابل خمیده ایم، آن اهریمنان تیر مردمان، آن ضحاکیان آن دیو و ددان، گرچه در خاک و خونت کشاندن لیک بر برج نورت نشاندن، ای به خون خفته آریایی سمبل راه امروز مایی. من قسمی خوردم در شروع زندگی خدمتی و چون قسم خوردم تا وقتی که پادشاه مملکت هستم من وفادارم.